سلام آقا، دوباره دور بعدی مذاکرات شروع شد و تو دل سید علی سیر و سرکه و زهر با همدیگه افتادن به جوشش. جماعت جام زهری هم این روزا سخت مشغولن که تا جایی که میشه فک سید علی رو وا کنن و زهر رو همچی شرشر روونه کنن تو حلقش. مثلا لاریجانی در میاد میگه که دلیلی برای اینکه نگاه منفی به مذاکرات داشته باشیم ندارم. این مذاکرات آغاز شد، یک مقدماتی رو طی کرد و الان وارد مرحله بعدی داره میشه. این یکی که اصلا دلیلی نداره نگاه منفی به مذاکرات داشته باشه، چون پشت پرده با شیخ پری قرار مداراشو گذاشته و سهمشو گرفته. حالا اگه نوچه های خامنه ای از مفاد توافقنامه و غلظت زهر بی خبرن، تقصیر خودشونه. شما توی جلساتی که با آقای ظریف داشتید از جزئیات مطلع هستید، بعد نهایتا معترض شدن که با همین تکیه بر همین خبر معترض شدن که فقط آقای لاریجانی نباید از جزئیات مطلع باشه، ما هم باید اطلاع پیدا کنیم. بعد میخوام ببینم که اصلا این صحت داره این جلسات شما با آقای ظریف، به این که شما چیه؟ تا اونجا که من اطلاع دارم جزئیات پنهانی وجود نداره، همینایی که منتشر شده میکنم اون چه که ازش به ریزکاری ها یاد میکنن همین هاییست که تو رسانه ها مطرح شده، چیزی غیر از این من ندیدم و نشنیدم. بابا چی کارش داری؟ خب نشنیده دیگه. بریم سراغ یکی که شنیده. مام جواد زخیم هم گفته هم شنیده. آقای ظریف در آستانه دور جدید گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد در صورت حسن نیت طرف مقابل رسیدن به تفاهم در 6 ماه امکان پذیر است. آخه ظریفک یکم آبروداری کن. طرف اومده گفته برنامه اتمی نظام خوشگوندی، بعد تو دنبال حسن نیت و تفاهم 6 ماهه ای؟ مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ خب وقتی اینجوری آب از لب و لوچت سرازی میشه، اون وقت رقبا میان میگن سیگنال ضعف میدی. بابا یه تشری، یه چیزی، یه بوقی. اقدامات نامناسبی که صورت گرفته، صحبت‌های بی‌معنی که صورت گرفته، من نمی‌دونم آمریکایی‌ها از این گزینه چه نفعی بردن، در عراق چه نفعی بردن، در افغانستان چه نفعی بردن، چه فایده‌ای براشون داشته که کماکان اصرار دارن به روش قرن پیش این حرف‌ها رو مطرح بکنن، ضمن اینکه این گونه حرف‌ها هیچ تأثیری بر اراده مردم ایران برای دفاع از حقوقشون هیچ وقت نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. بگی منو، منظورش اینه که این حرف‌ها و این ضربه‌ها هیچ تأثیری تو اراده‌شون واسه ادامه زهرخوری نداره. منظورش اینه که هر بلایی سرش بیارن بازم قربون صدقه 5 به علاوه 1 میره و خودش و الاغچی رو پن میکنه رو میز مذاکرات. اما از این که بگذریم، یه نکته موشکافانه هم تو تصویر این بار ظریف هست. ببینیم شما متوجه شدید؟ سر و صورت ظریف و دوله نظام رو ملاحظه میکنید؟ ریش بزی رو بیخیال شده و رفته تو کار تریش. سر تاجر کراواتی نفتای ما، تحریش تو کلاس یعنی کشت ماها را، شیبانه کشت ماها را. بله، اسم این تحریش ظریف ضربگیر زهره. ریش بزی رو زده که دهن بسیجی ها رو ببنده و از اون طرف دهن سید علی رو واسه زهرخوری وا کنه. اینها، اینم سندش. البته این مال قبل از در اومدن تریشه. کار ما در این مذاکرات دشواره. ما کاملا هم احساس وظیفه میکنیم، هم مسئول هستیم که در این مذاکرات از حقوق مردم ایران دفاع بکنیم. این کاریه که ما با حسن نیت، با اراده سیاسی و با برخورداری از حمایت کل نظام دنبال خواهیم کرد انشالله. دنبال کن ببینیم به کجا میرسی. فعلا که بدبختی ها و مصیبت ها دارن سید علی رو دنبال میکنن،
موشکاف همینجا نشسته. برو بیان برگرد ببینیم این بار چند تا پاتیل زهر میریزی تو حلق سیدلی. موسیقی.